یکی از ویژگی های فاشیسم مذهبی حاکم بر میهنمون زیر فشار قرار دادن زندانیان سیاسی با رذیلانه ترین و وحشیانه ترین نوع شکنجه ها برای اعتراف اجباریه. الان نوبت به خودشون رسیده که وزیران حاکمیت رو هم به ندامت و اعتراف اجباری میکشونند. و با شوخ زدن در گذشته افراد و با انواع اتهامات و افتراعات ناروا آنان را وادار به اعتراف گیری نکنند. در بعضی از کمیسیون ها از سوالات بعضی از همکاران ما گله داریم. یک وزیر پیشنهادی با صداقت اعلام میکرد که آقا من در گذشته این کارو نمیکردم، اشتباه کردم، اما چنان سوالات سرسام آور بود که طرف باید وادار میشد به ابراز ندامت و اعتراف کردن. البته این نماینده مجلس رژیم نگران کل نظامه که از اعتراف گیری وزیرانش اینطور ناله میکنه. همکاران ما آزادن در رأیشون، در تصمیمشان به هر کی خواستن رأی بدهن، اما یادمون باشه در بزنگاه‌های تاریخی و در پیچ‌های تاریخی فرصت‌ها همیشه تکرار پذیر نیستند. یه فرصت مختنمی است که ما به آینده نگاه کنیم، به جنگ مشکلات و چالش‌ها بریم. ما ابر چالش‌ها داریم، ما امید رو باید تزریق کنیم. بله، در واقع این نماینده مجلس رژیم به یأس و استیصال و بنبست حاکمیت آخوندی داشت اشاره میکرد که در شرایطی پیچیده و در گرداب بحران‌ها گرفتارند. اما بپردازیم به موضوع دیگه. جنگ و دعوا در بین باندهای رژیم هیچگاه پایانی نخواهد داشت. هر روز جنگ گورکای ولایت اوج تازه‌ای میگیره. پزشکیان رئیس جمهور تازه به دوران رسیده خامنه ای از روز اول التماس میکنه که دعوا نکنید. گزارش ببینیم در این خصوص. پزشکیان مستمر تکرار کرده که شرایط رژیم خطیر است و در این شرایط باید باندهای مختلف رژیم با هم در وحدت باشند. فرصت من به دنبال سوگندی که یاد کردم فرصتی است که آگاه بشیم به شرایط خطیر و دشوار موجود. اگر صدای مردم به موقع شنیده نشود، سرخوردگی ها و ناامیدی های فزاینده شکل می گیرد که حاصل آن زوال امید، نابودی اعتماد و افول سرمایه هاست. کشور در شرایط خطیر و مردم در وضعیت سخت اقتصادی قرار دارند. اما رئیس جمهور خامنه‌ای که انگار مبصر کلاس دوم دبستان است، مستمر تکرار می‌کند که دعوا نکنیم، نباید دعوا کنیم. دعوا نباید، قدم اول اینه که نباید با هم دعوا کنیم. کشور رو با اختلاف و با دعوا نمیشه اداره کرد. ما با اتحاد، با وفاق میتونیم مشکل رو حل کنیم، ولی با اختلاف و دعوا، حتی اگه آدم های خوبی هم باشیم، قابل حل نیست مشکلاتی که داریم. بیاییم هم قسم بشیم به جای اینکه دعوا کنیم، اون سیاست رو، اون چشمنداز رو تلاش بکنیم که بر اساس اون عمل بکنیم. 20 سال قرار بود ما در چشمنداز اول بشیم، فقط با همدیگه دعوا کردیم، فقط همدیگه رو نقد کردیم. الان وضعیت ما وضعیتی نیست که با هم دعوا کنیم. باید با هم در قبال این تهاجمات بایستیم. البته خود پزشکیان هم تاکید میکند که همه این دعواها بر سر قدرت است. سر قدرت با هم دعوا میکنیم، اگه برای خدا باشه دعوا نداریم. در حاکمیت آخوندی که مجموعه ایست از جانی ترین و پلید ترین مافیاها که تاریخ به خودش ندیده، هرگز دعوا و سگ دعوای بین باندهای رژیم تمامی نخواهد داشت، بلکه هر روز بیشتر و گسترده تر و عمیق تر خواهد شد.